خب دوستان عزیز، ببخشید یه کوچولو تلفن داشتی، فعلا دارم بازی اینا رو میبینم، فعلا نخودی هم فعلا نخودی نشستم تا بعدش ببینیم چی میشه. خب ببینیم چه خبره، ما کلا نخودیم، ببینیم چه خبره. دمتون گرم. چقدر این بحث سیانت از اینترنت هم داغه بحثش. خب بذار دوستان رو بیاریم بالا ببینیم چه خبره. سی مرغ بیا بالا. خواهشن دوستان میان بالا تصویر داره، اگه تصویر نمیخوام بدن نیان بالا، چون باید بدونیم با کی صحبت میکنیم چیه داستان. بیا بالا عزیزم. سی مرغ نیمدی بالا. نفر بعدی آقای چاپ مقاله علمی، ولی کوتاه صحبت کنید. سیمرغ نیمد، چاپ مقاله علمی بیاد، چاپ مقاله علمی بیاد. امید سلام، خوبی؟ درود بر شما، زنده باشید. حالت چطوره؟ فدای شما بشم، در خدمتم. قربان شما، سلامت باشید. تصویر منو داری امید جان؟ تصویرتون هم دارم جونم، در خدمتم. خیلی خوشحالم از اینکه اومدم بالا باهاتون صحبت میکنم. زنده باشید، بفرمایید. به جرات میتونم بگم شما یکی از تاثیرگذارترین افراد و طول زندگی من بوده. با صحبتایی که کردین چشم منو واقعا از صمیم قلبم دارن میگم، چشم منو به خیلی از واقعیت‌ها تو دنیا، تو دنیای سیاسی، تو دنیای روابط بین‌الملل باز کردین. حتی من یه مذهبی شیعه متعصبم، حتی زمانی هم که کلیپاتون در مورد اسلام پخش میشد من کامل گوش میدادم و اینا را، و واقعا از این صحبتایی که در مورد اسلام میکردن خیلی چیزا یاد میگرفتم و میفهمیدم واقعا بعضی از صحبتاتون حقه و باید بهش رسیدگی بشه. برای اینکه در مورد مخالفینتونم بگم که مخالفین شما به خاطر موفقیت‌های بی‌نظیری که شما تو عرصه فضای مجازی و واقعیت داشتیم بهتون خیلی حسادت دارم و تمام صحبتایی که میکنید مستنده و زنده باشه. به حقم هسته و همه حرفاتون حقیقت داره. من واقعا لذت میبرم از این که بعدش صحبتای شما میشینم. من اصلا به اخبار علاقه ندارم ولی هیچ وقت برنامه رو دست شما رو فراموش نمی کنم، همیشه گوش میدم. خیلی ممنونم بابت صحبت بسیار ارزشمندی که میدین. خیلی ممنونم، دستتون درد نکنه. خیلی دوستتون دارم آقا امید. همچنین لطف کردید، زنده باشید. خیلی دوستتون دارم، مواظب خودتون باشید. فدای شما بشم، زنده باشید، لطف کردید مهدی بابا، فدای شما بشم. خب دوست عزیز شرمنده کردید. دوست دیگری بفرمایید، در خدمتتون. سلام امید، خوبی؟ سلام چی؟ درود بر شما، زنده باشه، در خدمتم. خیلی دوست دارم امید. فدای شما باشم، کوچیکم. تو قلب ما، خیلی دوست دارم امید. زنده. فدای شما باشم. ببینم خداگی تو برنامه‌ها اصلا عشق می‌کنم. عشق شوق چشم من. واقعا یکی هست که حداقل طرفدار ایران هم ماست. باقی اینترنتتون ضعیفه. اینترنتتون ضعیفه، بذارید یه دوست دیگر رو پس بگیرم. دوست داشتم صحبتتون. آه برگشتید. بله بفرمایید. برگشتید. اینترنتتون ضعیفه یه خورده. آقا بیدیم چرا ایران رو بیقومید؟ به ایران. آه شما ایران هستید. آره ما ایران هستم. بچه شما هستم. میرم بیرم بیرم. کار با دارم میرم. بله خوش با حالتون. خوش با حالتون. فدای شما بشم لطف دارید. فدای شما، قربونتون برم، لطف کردید اومدید بالا، زنده باش. خب آیه احمد رضا را فدای احمد پور هم بفرمایید بالا، زنده باشید، لطف کردید، شرمندم کردید. آیه احمد پور بفرمایید بالا. درود بر شما. الو جانم، تصویر سیاهه. خب آیه عرفان بیا بالا عزیزم. آی احمد پور بیاریم پایین. آی عرفان بیا بالا عزیزم. آی عرفان نیومد. خب دوستان دیگر من دارم به ترتیب چشم میارم بالا. آقای اشکان امین، من به ترتیب دارم میام پایین، قربونتون برم، هر کی که به نوبت درخواست داره دارم میام پایین. آی اشکان بفرمید.
سلام، خوب هستین؟ زنده باشید، در خدمتم، بفرمایید. ممنون. یه مسئله که میخواستم بگم اینه که ایرانی ها خیلی عادت دارن خودزنی بکنن. خیلی. آره دیگه، یعنی شما مثلا یه چیز خوبی رو میگی توی جمع میگی از ایران، میگن نه اینجوری نیست، اینجوری نیست، ما خیلی بدبختیم، ذلیلیم، بیچاره ایم. اینجا باید بهش بگی دقیقا راست میگی، خیلی بدبختی، ذلیل تر از این چیز. من وقتی مثلا با یکی مصاحبه کنم، مثلا خب همیشه البته من تلاش میکنم بحث نکنم، خیلی وقت الان من یه دو سه ساله اصلا با یکی بحث رو میکنم به صورت فیزیکی و شخصی و اینا، ولی مثلا یه خورده قبلا تعریف میکنم، بعد مثلا طرف مثلا نه میگه نه ما بدبختی، میگم راست میگی تو خیلی بدبختی، ولی خودتو با ما یکی نکن دیگه، ما رو چه چیز میکنی. دقیقاً درست میگی شما، برنامه خیلی مفیدی میسازید، خیلی ممنون. فقط یه مشکلی هم که هست، یه مقداری به این بچه مذهبی ها به قول خودتون کمی بیشتر گیر بدید، خیلی دارن اذیت. آه گیر بدم بابا دیگه، بابا اینا گیر نداده، اینا دارن پارمون میکنه. گیر بدیم چیگه هیچی. آه خیلی خوشحال شدم، قربتون برم، زنده باشید، لطف کردید اومدید بالا، فدای شما بشم. خیلی خوب، بذارید دوستان دیگه، البته بگم تو هر جریانی قشرهای مختلفی وجود دارن. خب دوست دیگری رو بیانیم بالا، آقای شاهرخ بفرمایید بالا، زنده باشید، لطف کردید اومدید بالا. ما تو هر قشری افراد مختلفی داریم دیگه، مثلا مذهبی ها یک واژه مثلا فکر کنم خیلی دایره گسترده ایه، کدوم بخش داستان ها متفاوته. درود بر شما، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. درود بر شما، بفرمایید. زنده باشید، فرید شما باشم، بفرمایید، در خدمتم جونم، در خدمتم، فدای شما بشم، زنده باشید. تصویرتون دارم ولی فکر میکنم اینترنتتون من فکر میکنم ضعیفه، قربونت برم، اینترنتتون ضعیف بود. آقای سید جواد عسکری بفرمایید. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما، فدای شما بشم، کوچیکم، بفرمایید. میخواستم بگم دنبال سخنهای شما هستم، پیگیر هستم، واقعا خوشحالم که شما برای حال یکی از هرچی باشه حقیقت رو برای مردم میگید. حالا به عنوان یه وظیفه از هرچی هست باید گفته بشه. زنده باشید. برای حال خوشحالم میشنوم اینو. بعدش یه سری حرفایی که من از خود ایرانی ها میشنوم در رابطه با این که مثلا آقای سید علی که همش از خیلی اون حرفا رو میشنوم، میگه که همش دزدن و تو لباس، اگر کسی که هم تو لباس آخوندی هم اگر دزدی بکنه به پای سید علی ختم میشه، هر کاری که به انجام شود به نحوی به پای اون ختم میشه، در حالی که اصلا ایشون به خودشان هم چندین بار فرمودن با کارهای جزئی خود کشور اصلا من مداخلت ندارم، از من به این کارا کاری ندارم، ولی میبینم که هر اتفاق بیفتن چی خوب یا چی بد، اگر که بد باشه که همش به پای سید علی ختم میشه. به هر حال من نمیدونم دیگه، چون خود شما در جریان هستین. عزیز دمت گرم من... اومدی بالا، چون تعداد بالاست من میخوام صحبت دوستان دیگه هم بشنوم. به هر حال ممنون اومدید بالا، نظرتون رو دادید، لطف کردید، فدای شما شدم، زنده باشید، لطف کردید. خب جوان انقلابی بفرمایید، عباس بفرمایید بالا، ببینید شما چی میگید. نوبتی دارم میارم بالا دوستان، شرمنده یه عده فرصت نمیشه. جوان انقلابی بفرمایید. درود بر شما. سلام آقای امید دانا. درود بر شما، زنده باشید، در خدمتم، فدای شما بشم، ممنون. آقای دانا یه چند تا سوال داشتم. اوه اوه. بفرمایید. اسمم عباسه. بله. شما میگید ما توی کار رسانه‌ای ضعیف هستیم، درسته؟ داغونیم. نه داغونیم، دقیقاً داغونیم. بله. خب چی کار کنیم که مثلا خیلی قوی بشیم؟ ببین مثلا کاری به صدا و سیما ندارم. خب اول از همه فکره باید قوی باشه دیگه. ببین شما فکره باید، ببین شما وقتی که استدلال میخوای بیاری، یکی از روش های استدلال آوردن اینه که یه جاهایی، یعنی در این حال که شما خیلی شدیداً متأثر روی یک ایدئولوژی هستید، مثل خود من خودم شدیداً روی یک ایدئولوژی میهن پرستی اینا خیلی چیزم،
ولی توی منطق آوردن و استدلال آوردن باید شما یه جاهایی خارج از اون بحث ایدئولوژی بیایید و کاملا صرفا منطقی صحبت کنید، یعنی برید تو قالب اون طرف مقابل. این کارو بچه حزب الله یا بلد نیستن، توی مقاطعی فقط رایفی پور تونست این کارو کنه، یعنی میومد میگفتش که آره اصلا دیگه اینجا مثلا تو منطقه بحث دیگه. الان صدا میاد؟ صدا خوبه؟ صدای من مثلا یه جایی رایفی پور که موفق شد یه جایی بود بابت این که میگم مثلا آقا اینجا دیگه بحث مثلا اسلام و شیعه و اینا نیست، اینجا اینطوریه اونطوریه، اگه ملی‌گرا هستی به این دلیل بر موافق بشی. یعنی اول اصلا اون منطقه رو شما باید قوی کنید. متاسفانه نیروهای حامی نظام علاوه منطق واقعا دچار فقدانن توی تبلیغات، چون اینا وقتی میخوان مثلا ثابت کنه مثلا میشینن میگیم آقا چرا مثلا این اتفاقات به این شکل تو این 43 سال، خب نمیتونن توضیح منطقی بدن، مجبورن میرن تو توضیح درون مذهبی، مثلا میان روایت میدن یا مثلا میان واقعه عاشورا رو بیان میکنن. خب واقعه عاشورا رو میدونی برای اون قشر خاص خیلی مذهبی داستانیه که تو میتونی مثلا با اون واقعه عاشورا با منطق عاشورا وایس اوور کنی، ولی خب مثلا هزاران قشر ما توی جامعه داریم. تو مثلا من وقتی میخوام با یه سری دوستان صحبت کنم یه جایی با منطق شاهنامه صحبت میکنم، یه جایی با منطق مثلا زرتشتی صحبت میکنم، ولی خب مثلا برای اون کسی که کمونیسته یا اصلا یه آدم مثلا معمولی لیبراله خب این چیزا مهم نیست. من یه چیزای مشترکی رو باید تو جامعه پیدا کنم بر اساس اون صحبت کنم، به مانند امنیت، به مانند وضعیت زندگی بهتر، این چیزیه که مشمول به همه میشه. ببین انسان ها یه سری چیزاشون برای همه مشترکه، مثل خوردن غذا، مثلا یه سری اون چیه احساس امنیت، احساس ترس، اینا چیزیه که شما با هر ایدئولوژی باشی اینا چیزای مشترک بین همه انسان هست. ولی خب اینا تا زمانی که شما نتونید که خارج از اون ایدئولوژی منطق رو بتونید بیاید بیان بکنید محدود میمونید، حالا هر چقدر هم کار رسانه‌ایتون قوی باشه. این ابتدا به ساکنه دیگه، خشت اوله. اینترنت عزیز خیلی ضعیفه، دوست داشتم بیشتر صحبت کنیم ولی اینترنت شما متاسفانه خیلی ضعیفه و من میبینم که دوستان زیادی هم. من دوتا دوستا با هم میخوام بیارم بالا، آقای مجید نوری و کوروش هم میبینم هست، کوروش رضایی، این دوتا دوستا با هم میارم بالا، یعنی که جفتشون هم اومدن تو عرصه برنامه سازی دارن کار میکنن.